قسمت چهارم سریال سایلا هم پخش شد و خب تونستیم اونو نگاه بکنیم و اگه هم دقت کرده باشید بهش مثل قسمت‌های قبلی خودش نبود که بخواد هی سرنخ‌های خیلی زیاد و بزرگی رو بذاره برامون که بخوایم هی دنبالشون بریم و بخوایم به یه جواب خاصی برسیم. فقط اینجا تو این قسمت اومد یه سری از اون سوالایی که به وجود اومده بود و اتفاقاتی که در موردش صحبت می‌کردیم اومد اینجا بهشون جواب داد، ولی خب این دلیل بر این نمیشه که همچین خشک و خالی هم بوده باشه این قسمت. و در کنارش هم چند تا کاراکتر بهمون معرفی کرد که بدون شک کارهایی که قراره انجام بدن توی ادامه مسیر داستانی تأثیر بزرگی رو میذاره. و خب قبل از اینم که بخوایم بریم این ویدیو رو شروع کنیم، حتما یاد باشه که یه لایک به این ویدیو بدیم. همونطور هم که میدونی من شاهینم و از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ قسمت چهارم. We do not know who built the silo and why we are under. اتفاقی که خیلی تو این قسمت برجسته بودش فلشبک هایی بود که به گذشته جولیت میزد و جایی بودش که به ما نشون دادش که چرا اصلا رابطه اون و پدرش با هم دیگه خراب شده. چون این یه سوال بزرگ بود که اصلا برای چی اونو ولش کرده بود و رفته بود با اینکه برادرش و از طرف دیگه این مادر خودش هم دست داده بود. اینجا میادش یه مقداری به این موضوع جواب میده، ولی خب بازم نمیگه که چرا برادرش و از طرف دیگه ای مادرش مردن و اون علت اصلی رو نمیاد اینجا توضیح بده. ما فقط اینو متوجه شدیم که جولیه توی 13 سالگی جایی بودش که خانواده خودش رو از دست میده و از اونجا به بعدم میزنه میره پایین تو قسمت تعمیرات کار میکنه. در مورد مادرش توی قسمت‌های قبلی وقتی که اونجا که داشتم با کلانتر صحبت میکردن به این قضیه اشاره شد که مادرش مثل اینکه خودکشی کرده و خب این یکی از دلایلیه که میتونه وجود داشته باشه، چیزیه که خود سریال داره به اون میگه، ولی خب واقعیت ماجرا میتونه نکته دیگه ای داشته باشه، مثل اتفاقی که برای جورج افتاده که فعلا نمیدونیم واقعا خودشو کشته یا کشتنش. و نکته بعدی که اینجا دیده میشه اینه که برادر اونم مریض بود. اگه نگاه کنید ببینید که خب جیکوب هم اولی که داره به ما نشون میده حالش بده و اگه به رنگ لباش هم نگاه بکنید میبینید که برگشته و بنفش رنگ شده یا داره نشون میده بهمون که کمبود اکسیژن داره. و خب این اتفاقات داره نشون میده که برادرش خب بالاخره یه بیماری زمینه اولیه‌ای داشته. حالا چرا یه همچین اتفاقی براش افتاده بازم علامت سوالیه که بهش جواب نمیده. ما اینجا میفهمیم اسم مادر جولیت هاناست. حالا نمیدونیم شغلش چی بوده، میتونه مثل پدرش پزشک بوده باشه به خاطر اینکه دیدیم حالا اون رفتاری که با جیکوب داشت یه طوری بودش که مشخص بود چندین بار به همچین مشکلی برخورد داشته و بهش وارده، یا از طرف دیگه ایم میتونه برای برناردینا کار بکنه، یعنی میتونه تو همون قسمت آیتی کار کرده باشه مثل همون کاری که آلیسون انجام میداد و اونجا ممکنه که متوجه یه موضوعی شده باشه و دخلشو آورده باشن. یه نکته دیگه ای هم که میخوام بهتون بگم اینه که توی IMDB وقتی که بریم اسم قسمت ها رو نگاه بکنیم متوجه میشید که قسمت هشتم اسمش هاناست، یعنی داره نشون میده که توی این قسمت احتمالاً اطلاعات خیلی بیشتری در مورد مادر جولیت متوجه میشی. وقتی جولیت با پدرش صحبت میکنه مقصر مرگ برادر و مادرش رو اونو میدونه و بهش میگه که تو بودی که باعث شدی اونو کشته بشن. اینجا چند تا باز مرتبه سوال برای ما میذاره، این که اون میتونسته بهشون کمک بکنه، یعنی به خاطر یه بیماری مردن و خب مثلا کاری که انجام داده در حد توانش نبوده اونا رو از دست دادن، چون میبینید که خودش هم ناراحته و نشون میده که خیلی هم از این قضیه راضی نبوده دیگه، بنده خدا خودش هم درگیر یه اتفاقی شده بوده که نمیتونسته کاری انجام بده. یا اینکه حالا بعد از اینکه برادرش میمیره مادرش درگیر یه سری اتفاقات بیشتر میشه، متوجه یه سری اطلاعاتی میشه که نباید میشده و اینطوری بوده که دخلشو آوردن و خب به عنوان خودکشی معرفی کردن و شاید به خاطر همین موضوع هستش که جولیت ناراحته. جولیت تو حرفایی که میزنه وقتی که رفته داره تو قسمت تعمیرات کار میکنه میگه من الان خیلی خوشحالم که اینجام به خاطر اینکه دیگه به برادرم و از طرف دیگه مادرم فکر نمی کنم و باهاشون ارتباط ندارم. و خب این مدل صحبت کردنی که میگه و اون سکوتی که بعدش میکنه یه طورایی داره نشون میده به نظر میرسه که انگار اونا رو میدیده، یعنی مثلا روح اونا رو میدیده، میتونسته باهاشون ارتباط برقرار بکنه و یه حالت مرموزی داره. حالا نمیدونم میخوان یه همچین قسمتی و یه همچین بخشی رو به سریال اضافه بکنن که مثلا جولیت یه قابلیتی داره که میتونه با کسایی که
از دست رفتن یه طوری ارتباط برقرار بکنه، چون حالت رفتاری هم که داره یه مقداری عجیب و میبینید که حالت ابسورد مانند و یه طورایی هم شبیه به اون کساییه که اصلا دیده اطلاعات خیلی میدونن یا خیلی چیزا رو میبینن و همیشه سرشون پایین و یه رفتار عجیبی دارن. این هم یه همچین رفتاری توی اون حالت بازی که داره ازش دیده میشه و خب شاید به یه همچین موضوعی هم برسه، معلوم نیستش، ولی خب در حد یه تئوری میتونیم بهش نگاه کنیم و کنار نگهش داریم. نکته بعدی که تو این قسمت متوجه میشیم اینه که توی حرفایی که داره معاون میزنه و از اون قمقمه آبایی که در مورد صحبت کردیم و نشتی که حالا بالاخره اون بطری آب شهردار داشت، داریم متوجه میشیم که اتانا هدف اصلی این بوده که بخوام معاون رو بکشن و هدفشون کشتن شهردار نبوده. ولی خب ما اینو میدونیم که معاونه درسته که رو مخ و با این اون زیاد درگیری ایجاد میکرده، ولی خب یه طورایی هم با اون قسمت آیتی و قاضیان با هم دیگه همکاریه رو داشتن و توی رفتارشون کاملا مشخصه. ولی خب شهردار کسیه که قدرت خیلی زیادی دستش بود و حرف اونا رو اصلا گوش نمیداد و قاضی هم اصلا براش مهم نبود و دیدید که بی توجه به اونا دنبال این بودش که مثلا جولیت رو به عنوان کلانتر بعدی انتخاب بکنه، حتی به فکر اینم بودش که اونو جانشین خودش بکنه و بازنشسته بشه و کنار بره. حالا ممکنه که اصلا هدف هر دوی اونا بوده باشن، یعنی هم معاون میخواستن بکشن هم شهردار رو. یعنی چجوری؟ میدونستن که ارتباط عاشقانه بین این دو نفر وجود داره، بعد میخواستن دخل معاونه رو اول بیارن، خب شهردار مثلا از اون ناراحتی که داره و اینا بریزه به هم از سمتش اصلا بکشه کنار یا مثلا خودشو بکشه، یه همچین اتفاقی بیفته. ولی خب اتفاق مثلا اینجا اومده و برعکس شده. البته اینا در حد تئوری و حرف، شاید هم هدف اصلی خود شهردار بوده باشه و میخواستن معاون رو اینطوری حذفش بکنن، یعنی برعکس داستانی که الان اینطوری بهتون گفتم. نکته بعدی که اینجا باز دیده میشه جاییه که میبینیم جولیت میره و وارد آپارتمان کلانتر میشه و خب اونجا جاییه که ما به سرنخ‌هایی که قبلا در موردش صحبت کردیم میرسیم. اون صدای تهویه و اون تلق تلوقی که اونجا میمدش و اگه نگاه بکنی وقتی هم که برنارد هم که توی اون اتاق میادش متوجهش میشه که بهش میگه میخوای تعمیرکار بفرستن برای تعمیرش بکنن و داره نشون میده که اینجا سرنخ و برنارد بهش دادش که یه چیزی ممکنه که اونجا گیر کرده باشه و بره سمتش و بخواد بهش برسه، برخلاف این که میدونیم فعلا شخصیت مثبتی نیست، ولی خب اینجا یه سرنخ ناخودآگاهی رو به جولیت میده و میبینیم که اون وقتی که دریچه رو باز میکنه به همون نخ قلاب ماهیگیری میرسه که تو قسمت‌های قبلی هم دیده بودیم، اون پوشه ای که اونجا میکشه بیرون. فقط نکته‌ای که دیده میشه اینه که اون فایل و پرونده‌هایی که برای جورجه رو ما داریم میبینیم هیچ اطلاعات عجیب غریبی رو توش ننوشته و از طرف دیگه هم اون پوشه‌ای که ورم داره به نظر نمیرسه که اصلا هارد توش باشه، چون نه وزن اونطوری داشت که بخواد مثلا یه هاردو داخل خودش نگه داره، نه مثلا اون نظر حجمی و اندازه‌ای هم به نظر نمی‌رسید که هاردی توش باشه، چون می‌بینید که روی میز هم می‌نازتش و مشخصه که فقط یه سری فایل اونه. اینجا ما داریم شخصیت سندی رو می‌بینیم که با جولیت رفتار خوبی نداره، باهاش درگیره. می‌بینید که به نظر می‌رسه که انگار توی گذشته با هم دیگه درگیری رو داشتن، چون ازش خوشش نمیادش. و خب ما میدونیم این همون کاراکتریه که توی قسمت قبلی، یعنی جایی که دیدیم اون جنراتور موقت اومدن فعالش کردن و اون صفحه‌ای که توی کافه بود و یه دفعه تغییر کرده شو این دیدش، هیچ حرفی هم نزد تا الان، هم این صحبتی نکرده و ممکنه مثل بیشتر اتفاقاتی که معمولا میفته دو نفر با هم دیگه درگیرن بعدن با هم اوکی میشن، امکان داره که همچین اتفاقی برای این دو نفرم پیش بیاد و در ادامه مسیر بیادش و در مورد اون تغییری که توی اون صفحه مانیتور بزرگی که داخل کافه پیش اومده بود به جولیت بگه. انتهای فیلم جاییه که میبینید یه شخصی میادش و اصلا هم آشنا نیست و به معاون حمله میکنه. این شخصی که به معاون میاد حمله میکنه، اگه بریم اسمشو مثل اون پرستار تو تیتراژ در بیاریم متوجه میشید که اسم این کاراکتر داگلاس. پس داره نشون میده که یه کاراکتریه که قراره در ادامه ماجرا بیشتر ببینیمش و کاراکتر مهمیه که اسمم بهش دادن. اولین چیزی که اینجا دیده میشه اینه که اون اومده بود اونجا با معاون درگیر شده بود. حالا یه مقداری به خاطر فیلم اومده بودن این قضیه رو سینمایی تر کرده بودن که یه مقدار درگیری رو نشون بدن و هیجانش رو بالاتر ببرن. اگه هدفش کشتن معاونه بود، اون خیلی زودتر شادگان معاونه از دوی کمدش برداشته بود و گشته بود کنار و میتونست خیلی راحت بهش شلیک بکنه.
نکته بعدی که وجود داره اینه که اگه میخواست بکشتش چرا اصلا با چاقوی اصله چیز نیمده بود داخل؟ بالاخره تو وقتی داری میری سراغ معاون میدونی که اون معاون کلانتر و اصله و اینا هم داره، اگه میخواست بکشتش پس خیلی راحتتر میتونست این کار رو بکنه، حتی لحظه آخر هم میتونست ماشه رو بکش و این کار رو انجام ندادش. پس ممکنه که اون اومده باشه اونجا تا به معاون بگه که اصلا هدف اصلی این بوده که مثلا تو رو بکشن، ولی خب به جا شهردار کشته شد، یا اینکه دیده که کی این کار رو انجام داده و متوجه یه سری اتفاقات مشکوک شده و اومده حالا سراغ معاون. یا از طرف دیگه یه تئوری هم معمولی هم میتونیم بدیم که این هم هستش که چون اون همیشه با یه سری کاراکتر مختلف تو طبقه‌های مختلف درگیره، اون یارو اومده سراغش، دیده اوضاع و شرایط طوریه که میتونه یه حالی ازش جا بیاره، اومده سمتش رو یه حرکتی انجام بده. ولی خب ممکنه که یه واقعیت بزرگی رو بکنه و این واقعیت بزرگ باعث میشه که اتفاقات بعدی پیش بیاد. مثلا اگه بهش بگن که هدف کشتن شهردار بوده، معاونی رو دیدیم که همینطوری از نظر روحی در و داغون رو به هم ریخته است، امکان داره که دخل خودش رو بیاره یا بکشنش رو بگن اون خودش خودش رو کشته. به جز داگلاسی که حالا اینجا در موردش با هم دیگه صحبت کردیم، یه کاراکتر جدید دیگه ای هم ما اینجا میبینیم که توی کافه نشسته. همون سری اولی که حالا جولیت داره میره بالا، میبینید که شب که داره کنار کافه رد میشه، میبینید یه نفر اونجا نشسته و داره به اون مانیتوره نگاه میکنه و آسمان پرستاره‌ای که هست و یه یادداشتی هم برمیداره و خب جلوتر متوجه میشیم که اسمش لوکاسه. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، اون مانیتوری که دیدیم، اون آسمان پرستاره‌ای که دیدیم، وقتی که جولیت میره بالا توی دفتر خودش، اون قسمتی که برای کلانتر اینا هستش، اگه نگاه بکنید آسمون یه مقدار مدلش فرق داره. حالا نمیدونم چرا همچین اتفاقی افتاده، داره میگه که یه بازه زمانی گذشته یا باز مرتبه جزء باگای سیستمیه که اونجا پیش اومده، چون ستاره نداره آسمونش. از طرف دیگه دوباره که میادش توی همون کافه، میبینیم که دو مرتبه لوکاس اونجا نشسته و به اون مانیتور داره نگاه میکنه. اون یه چیزی از اون مانیتور متوجه شده، یعنی شاید اصلا اونم جزو کسایی باشه که اون تغییر تصویر مانیتور رو دیده باشه، چون همش نشسته اونجا داره به اون مانیتور نگاه میکنه، یه سری چیزا رو یادداشت میکنه و این ممکنه که چون داره به ستاره ها نگاه میکنه، اون اطلاعات ستاره ها رو داره یادداشت میکنه و یه چیزی از ستاره شناسی میدونه و اینطوریه که احتمالا در ادامه مسیر بیادش یه سری سرنخهای خیلی مهمتری رو به همون بده و میتونه یه رابطه دوستی هم با جولیت برقرار بکنه. اینطوری با همدیگه بیشتر میتونن از راز اون تصویری که مانیتور داره نشون میده با خبر بشن و به همون بگن که اونجا چه خبره. توی همین حرفایی که حالا لوکاس با جولیت داره میزنه، بهش میگه که اسم تو رو برگرفته شده از روی همون نمایشنامه معروف. خب داره اشاره میکنه به همون نمایشنامه رومئو و جولیت و خب میگه اونو یه شورشی مثل این که نوشته بوده. این یعنی چی؟ یعنی که اونا هیچ اطلاعی از اتفاقاتی که توی تاریخ افتاده و اطلاعات گذشته خودشون ندارن. بس داره نشون میده اونا احتمالاً دارن توی آینده دوری زندگی میکنن که هیچ خبری از اطلاعات گذشته ندارن و خب اینم خودش یه سرنخ مهمی رو میتونه بهمون بده. تو این قسمت هم میبینید که مثل قسمت گذشته در مورد قاضی میدوز صحبت میشه و همه میبینید که ازش حساب میبرن و خب اون بخش آیتی و برنارد و اون نیروهای دادگستری که حالا اونجا داره میپلکن، همه ازش حساب میبرن و حسابی هم میدونن که اون مثلا یه آدم بزرگیه، ولی خب تا الان به ما اونو نشونش ندادن. فقط گفتم متوجه شدیم که احتمال خیلی زیاد اون شخصیتش یه کاراکتر خانومیه و نکته که اینجا وجود داره اینه که اون اصلا کجاست. ما تو طبقه‌های مختلفی که دیدیم اون رفت آمد کردیم، اگه اینجا بودش توی سایلو بود بالاخره بعد میومد بیرون ما میدیدیمش دیگه، و چون اونو ندیدیمش این احتمال وجود داره که یا یه سری طبقه ویژه وجود داشته باشه توی این سایلو که یه سری کاراکتر خاص توش زندگی میکنن و اصلا مدلش با این چیزی که داریم اینجا میبینیم کاملا متفاوت و یه مقداری پیشرفته‌تر و بهتره، یا اینکه ممکنه که سایلوهای بیشتری وجود داشته باشه، یعنی اینکه اینا یکی از اون سایلوان و آدما رو طبقه بندی کرده باشن توی دسته‌های خاص و این گروه رو اینجا نگه داشته باشن. شاید یه گروه دیگه‌ای وجود داشته باشه که توی سایلوی دیگه باشه، یه گروه دیگه توی سایلوی دیگه باشه و یه مقدار موضوع از این چیزی که داریم می‌بینیم بزرگتر و فراترم بوده باشه و خب فعلا این جرفی رو ازش نزده به خاطر اینکه در مورد همین سایلو هم زیاد اطلاعاتی رو بهمون نگفتن.
توی سکانس انتهایی متوجه میشید که اون دوربین قدیمی که حالا بهش میگن عتیق و یادگاری، اون چیزی بودش که جولیت رو بردش داد تا تعمیرش کنن، دیدید که آخر سر روشن شد. مدل روشن شدنش و نوری که داشت ازش بیرون میدادش یه طوری شبیه مثلا یه ویدیو پروژکتوری بود، چون نوری که داشت میداد خیلی نور زیادی بود و این ممکنه که نشون بده به ما یه چند تا مثلا تصویر از اون ابتدای سایلو بوده باشه، یعنی موقعی که مثلا داشتن سایلو رو میساختن با اون دوربین فیلم برداری کرده باشن، یه سری اطلاعات اونطوری بهمون نشون بده، یا یه سری اطلاعات دنیای بیرون باشه قبل از اینکه بخواد به نابودی برسه و اتفاقات بعدش که حالا اون رو بیاره داخل سایلو برسونه. پس بدون شک جزء سرنخ‌های خیلی مهمیه. پرونده‌ای که از جورج هم پیدا شد و کلانتر برای جولیت گوشته بود کنار، بدون شک مهمه. حالا درسته که توی سریال اطلاعات عجیب غریبی ها نمیاد ازش رو بکنه، ولی احتمالا اطلاعات مهمش رو میذاره برای خود جولیت تا از توی پرونده به اونا برسه و این جزء اتفاقاتیه که توی ادامه مسیر مطمئنن بهش میرسیم. حالا در مورد اینم صحبت کردیم که هارد اونجا نبود. این ممکنه که تو این بازه زمانی که از زمانی که حالا مثلا زن کلانتر رفتش بیرون اون رفته باشه و وقتی هم که جولیتو دید هاردو پیدا کرده باشه، بره سراغ هاردو یه سری اطلاعات کلانتر از روی هارد متوجه شده باشه، یعنی بدون واقعیت چیه. حتی شاید متوجه شده باشه که اون پروژه تمیزکاری هم وجود داره و به نظر خودش اون همون واقعیتی بوده که حالا آلیسون دیده بودش، ولی در کنار همه اینا احتمالاً یه راز بزرگتری هم وجود داره، یعنی یه نکته خیلی مهمتری در مورد این سایلو وجود داره که باعث میشه که اونا بزنن برن بیرون از اونجا و اون چیزی بوده که به حقیقتش رسیده. حالا اون حقیقتی که بهش رسیده و برای جولیت گذاشته بود و خب پشت اون نشونش هم نوشته بود حقیقت، احتمالا زیاد مربوط به هارده نیست، بیشتر اطلاعات مربوط میشه به اون اتفاقی که برای جورج افتاده، یعنی اون بلایی که سر جورج آوردن و احتمالا کلانتر پیدا کرده و توی اون پرونده ها بهش رسیده و جواب براش نوشته. ولی اون هاردا هم مطمئنن آلیسون وقتی که داشت بهش برمیرفتش یه سری از اون قفلای امنیتی که اونجا وجود داشت رو شیکونده، حالا جورج هم دیدیم که داشت روش کار میکرد و مطمئنن یه سری اطلاعات خیلی مهمی داخلش وجود داره و بدون شک توی ادامه مسیر قسمت‌های آینده مطمئنن جولیت هاردو وقتی که پیدا بکنه متوجه خیلی از اتفاقاتی که داخل سایلو داره میفته میشه. با توجه به اتفاقاتی که توی این قسمت افتاد، اومد به یه سری از نکته هایی که قبلا وجود داشت جواب داد و از طرف دیگه هم یه سری نکته جدید هم برای ادامه مسیر گذاشت که بدون شک حالا توی ادامه روند داستان قراره که اطلاعات بیشتری متوجه بشیم و این معاونه هم یه طورایی بوی مرگ میده. حالا اینکه خودش خودشو بکشه یا اینکه بکشنش مشخص نیست، ولی خب چون یه قراردادی و با جولیت بست و یه حرفی رو با هم دیگه زدن و یه طورایی داره به قاضی و گروهش پشت میکنه، احتمال داره که اونو متوجه بشن و دخلشو بخوام بیارنش. و در مجموع اینم نکاتی بودش که تو این قسمت دیده میشه. سعی کردم اونایی که مهمه رو کامل بهتون بگم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید و حتما یادتون باشه که لایک و ساب و زنگوله رو هم فعالش بکنی، اینطوری میتونی به محتوای جدیدی که میسازم راحت‌تر دسترسی داشته باشی و بیای توی تو کانال و ویدیو جدیدو تماشا بکنی. و ویدیوی بررسی فیلم فاسیکس هم برات میذارم اینجا و اگه اون فیلمم دیدی و میخوای بدونی اصلا توش چه خبر بود و صحنه بعد تیتراژش چی بود و کیا توش برگشتن و کیا مرده بودن و برگشتن و کلن اتفاقات عجیب و غریب، میتونی کلیک بکنی و بری این ویدیو رو هم تماشا بکنی. و در مجموع دیگه حرفی هم نمونه. تا ویدیو بعدی، بدرود.